دو روی سکه برجام. روزی که بر پاشنه برجام چرخید، نماینده های مجلس دهم در صبح نهمین روز سرد آبان برای شنیدن گزارش داغ کمیسیون امنیت ملی سراپا گوش بودن. گزارش شش ماهه از روند اجرای برجام که در اون هفت مورد از بدعهدی های آمریکا مستند شده بود. اولین تحریم جدید آمریکا دو روز بعد از اجرای شدن علیه ملت ایران صورت پذیرفت. آمریکایی‌ها با رفتارهای خود از جمله قرار دادن شرط و شروط برای ورود و تعامل بانک‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی با ایران موجب سردرگمی و تردید بانک‌های بین‌المللی شده است. از طرف دیگر دولت‌های اروپایی عضو گروه 5+1 نیز در عمل اقدامات کافی را به منظور حمایت از شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی در تعامل اقتصادی با ایران به عمل نیاوردند. اما وزیر خارجه در جمع وابستگان و نمایندگان نظامی کشورمون از مذاکرات دیروزش با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت و از تلاش برای اجرای بهتر برجام خبر داد. وزیر خارجه خیلی ظریف برجام رو تحلیل کرد. همه قدرت ایران میدونن، اشتباه نشه ها، هیچ کس ادعا نمیکنه مذاکرات هسته‌ای برای ایران قدرت آفرید. اصلا اینطور نیست. مذاکرات هسته‌ای و برجام یک تحول راهبردی بود، نه اینکه برجام به معنی زانو زدن آمریکا در مقابل ایرانه. من هیچ وقت این ادعایی رو نکردم و نخواهم کرد. برجام حاصل یک بدبستان سیاسی است. 10,000 کیلومتر اون طرفتر از تهران، وزیر خارجه آمریکا در دانشگاه شیکاگو رسما اعلام کرد که آمریکا بعد از توافق هسته‌ای تحریم‌های بیشتری علیه ایران اعمال کرده. جان کری گفت آمریکا با حفظ تحریم‌های قبلی در موضوع تروریسم و حقوق بشر، تحریم‌های جدیدی رو به بهانه آزمایش‌های موشکی وضع کرده. کری معتقده آمریکا تونسته ایران رو از نظر هسته‌ای 15 سال عقب نگه داره و این یعنی حفاظت از اسرائیل با تغییر رفتار ایران و حزب الله در منطقه. وزیر خارجه آمریکا در دانشگاه شیکاگو پای درس تاریخ رو هم باز کرد و یه بار دیگه تاکید کرد سازمان سیا در طراحی و اجرای کودتای 28 مرداد دست داشته.